زمانی که معلم شعبان جعفری در مدرسه برای اینکه اون بدون اجازه بلند میشد و از سر کلاس به دستشویی میرفت و برمیگشت، به سایر دانش آموزها گفته بود که شعبان مخش خرابه و مخ نداره، هرگز فکرش رو هم نمیکرد لقبی رو که روی این دانش آموز گذاشته تا یک قرن بعد هم همچنان مورد استفاده قرار میگیره و این پسر با همین لقب، یعنی شعبون بی مخ، به یکی از جنجالی ترین چهره های ایران تبدیل میشه. به کلاغ مدیا خوش اومدید. برای دیدن ویدیوهای بیشتر ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. اگر هم دوست داشتید ممنون میشیم لایک کنید و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید. یکم فروردین ماه 1300 خورشیدی، چهاردهمین و آخرین فرزند خانواده جعفری در گذر درخونگاه محله سنگلج تهران به دنیا آمد که نامش رو شعبان گذاشتند. پدر و مادر شعبان هر دو اصالتاً اهل منطقه کنسلغون تهران بودند و در دوره جوانی برای سکونت به محله سنگلج تهران اومده بودند. اما بعد از تخریب این محله توسط دولت، خانواده شعبان به خونه ای در گذر دباغ خونه نقل مکان کردند. پدر شعبان در این گذر مغازه بقالی باز کرد و پسرش رو وردسته خودش کرد. بعد از رسیدن شعبان به سن مدرسه، پدرش اون رو در مدارس محله ثبت نام کرد. اما کمتر روزی بود که شعبان با بچه های مدرسه دعوا نکنه. همین مسئله باعث شد 3 بار از مدرسه اخراج بشه و هر بار پدرش مجبور بود اون رو در مدرسه جدیدی که شعبان رو نمیشناختند ثبت نام کنه. هیکل درشت، شرارت و بیتوجهی به صحبتهای معلم و قلدری برای بچه های مدرسه باعث شدند تا اون به شعبون بیمخ معروف بشه. این وضعیت تا کلاس 4 دبستان ادامه داشت، تا اینکه بعد از آخرین اخراج پدرش دیگه اجازه نداد به مدرسه بره و برای مشغول کردن شعبان اون رو به مغازه ریختگری و آهنگری فرستاد. اما شعبان مدت زیادی اونجا نموند. پدر شعبان از طریق یکی از هم محله‌ای ها که رئیس قورخانه بود، اون رو در بخش سوهانکاری قورخانه مشغول کار کرد که البته اونجا هم دوام چندانی نیاورد. در نهایت پدر شعبان در سن 12 سالگی فوت کرد و مخارج خانواده به دوش برادران بزرگ شعبان افتاد. هیکل درشت و تنومند شعبان و ورزشکار بودن برادرانش باعث شد اون از سن 14 سالگی وارد زورخانه و ورزش باستانی بشه. در 15 سالگی کار هر روز شعبان زورگویی، کریخونی و دعوا با لاتهای سایر محله ها بود که باعث شد برای اولین بار تو همین سن برای چند روز به زندان بیفته. اون در سال 1319 به سربازی رفت، اما بارها از محل خدمتش فرار کرد و به همین دلیل دوران سربازیش 4 سال طول کشید. در کشاکش جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط قوای متفقین، با حمایت و همراهی حبیب الله بلور از کشتیگیران و مربیان مطرح، در یکی از خیابانهای اطراف میدان شاهپور باشگاه راهن رو افتتاح کرد که در ادامه علاقش به ورزش زورخانه‌ای انگیزه ای شد تا در مسابقات قهرمانی کشتی باستانی و ورزش‌های زورخانه‌ای در سال 1321 شرکت کنه و بتونه در رشته کباده و چرخ به مقام قهرمانی برسه. 21 اسفند 1326 شعبان همراه تعدادی از دوستاش بعد از خوردن مشروب و مست شدن به سمت لاله‌زار که بورس تماشاخانه ها و سینماهای تهران بود رفتند و با رفیقاش به زور وارد سالن تئاتر فردوسی که در حال برگزاری نمایشنامه مردم به کارگردانی عبدالحسین نوشین و عبدالکریم عمویی بود شدند. عبدالحسین نوشین که بعد از اخراج رضا شاه پهلوی از کشور به عضویت حزب توده در اومده بود، نمایشنامه مردم رو در انتقاد از حکومت پهلوی روی صحنه برده بود. شعبان و رفیقاش که از حالت طبیعی خارج بودند، با راه انداختن دعوا و عربده کشی نظم تماشاخانه رو برای دقایقی به هم ریختند که البته در نهایت شعبان دستگیر شد. این ماجرا باعث شد تا عکاسان و خبرنگاران حاضر تو سالن از این اتفاق عکس بگیرند. عکاس کیهان فردای شب ماجرا با انتشار عکسی از شعبان به این کار اون رنگ و بوی سیاسی داد و از اینجا بود که شعبان به نحوی وارد سیاست شد.
فردای به هم ریختن تماشاخانه، سرگردی از اداره آگاهی تهران در خانه پدری شعبان رفت و به تحسین اون پرداخت. سرگرد با پرداخت مبلغی پول از شعبان خواست مدتی در خیابانهای تهران آفتابی نشه. شعبان هم به شهر لاهیجان سفر کرد و یک سال در این شهر زندگی کرد. طی این مدت شعبان در لاهیجان زورخانه ای رو به نام اسلام نظر اجاره کرد و مشغول کار شد و همونجا با همسرش افسر آزاد صرف ازدواج کرد و یک سال بعد به خانه پدریش در گذر دباغخونه تهران برگشت که حاصل این ازدواج هم پسری شد به نام حمید. شعبان که خودش رو شخصی مذهبی و پایبند به مناسک مذهبی میدونست، در کتاب خاطراتش اعلام میکنه که از سن 25 سالگی جزو جمعیت فداییان اسلام و از پامنبری های نواب صفوی بوده که البته خیلی زود از اونها جدا شده. اون تو کتابش در این باره اینطور مینویسه: آخه اون تصمیمی که اینا یه وقت میگرفتن خیلی محرمانه بود. اینا که هیچ وقت دهنشون جلوی ما باز نمیشد. تازه من که هیچ وقت با اینا هم قسم نشدم. من با اینا زیاد قاطی نبودم. من اگه میدونستم میخوان رزمارا رو بکشن، اگه میدونستم به خدا به رزمارا اطلاع میدادم. سال 1329 شعبان جعفری به استقبال آیت الله کاشانی که از تبعید برگشته بود رفت، اما در بین جمعیت طرفداران کاشانی شایعه شد که شعبان جعفری به قصد ترور اون در مراسم حاضر شده. همین مسئله منجر به ضرب و جرح شعبان بیمخ از طرف طرفداران کاشانی شد و باعث شد مدتی تو بیمارستان بستری بشه که البته با ملاقات و دلجویی کاشانی از اون این قائله ختم شد. در ادامه شعبان جعفری به یکی از حامیان و مقلدان کاشانی تبدیل شد و تا زمانی که کاشانی از مصدق حمایت می کرد، خودش رو حامی مصدق هم می دونست. اون حتی در روز 14 آذر 1330 همراه نوچه هاش در حمایت از مصدق، نخست وزیر وقت، به راهپیمایی حزب توده که علیه نخست وزیر برپا شده بود حمله کرد و بعد به دفتر روزنامه‌های حزب توده رفت و دفاتر اونها رو ویران کرد. در پی این رفتار، شعبان بیمخ به جرم به هم ریختن نظم عمومی کشور دستگیر و چند ماه به زندان قصر افتاد. اما با ایجاد اختلاف بین کاشانی و مصدق، شعبان جعفری هم به یکی از مخالفان مصدق تبدیل شد. در 30 تیر 1331 مصدق که از نخست وزیری استعفا داده بود، با قیام مردم به نخست وزیری برگشت و محمد رضا شاه قبول کرد که به اون اختیارات بیشتری بده. 8 ماه بعد از انتخاب مجدد مصدق به نخست وزیری، محمد رضا شاه قصد خودش رو برای سفر اعلام کرد. با تصمیم شاه برای خروج از ایران و موافقت مصدق با اون، بسیاری از حامیان شاه از جمله آیت الله کاشانی که مخالف خروج شاه از کشور بودند، تمام تلاش خودشون رو برای منصرف کردن اون انجام دادند. کاشانی به سرعت به مجلس رفت تا به کمک دیگر روحانیون بیانیه ای رو برای منصرف کردن شاه از سفر صادر کنه. از طرف دیگه اون شعبان بیمخ و نوچه هاش و ملک اعتزادی از خانم رئیس های شهر نو رو به مقابل کاخ مرمر فرستاد تا شعارهایی رو در جهت باقی موندن شاه در ایران بدند و با تهدید بازاریان بازار تهران رو تعطیل کنند. شعبان جعفری تو خاطراتش به 2 خواسته‌ای که کاشانی تو این زمان ازش داشته اشاره میکنه و اینطور میگه: یکی از خواسته های کاشانی زد و خورد با توده‌ای ها بود، چون معتقد بود اونها بیدین و کافر به قرآن و خدا هستند. دومی ماجرای سفر شاه بود. کاشانی گفت اعلیحضرت داره از مملکت میره، نذارید این اتفاق بیفته، چون اگر اعلیحضرت بره عمامه های ما هم رفتنیه. روز 9 اسفند 1331 محمد رضا شاه از مصدق خواست برای خداحافظی به دیدار اون در کاخ مرمر بره. تو این زمان قرار بود که شعبان بیمخ و نوچه هاش هنگام ملاقات مصدق از شاه مقابل کاخ مرمر تظاهرات کرده و به عنوان حامیان شاه مخالفت خودشون رو با خروج اون اعلام کنند. اما زمان خروج مصدق از کاخ مرمر، شعبان بیمخ و افرادش به اون حمله کردند که البته مصدق تونست با کمک محافظان از اونجا خارج بشه. اما دوباره شعبان جعفری و نوچه هاش به خونه مصدق حمله کردند. اما بعد از تیراندازی و اصابت 1 گلوله بهش، شعبان بیمخ متوقف شد و اون رو دستگیر کردند.
شعبان بیمخ بعد از اتفاقات 9 اسفند به زندان رفت و تا روز 28 مرداد تو زندان بود. در غیاب اون مقدمات کودتای 28 مرداد فراهم شده بود و اون ظهر روز 28 مرداد به حکم تیمسار زاهدی برای مشارکت در کودتا آزاد شد. شعبان جعفری در این روز سردستگی و هدایت گروهی از اوباش معروف تهران را به عهده گرفت. اونها از میدان گمرک راه افتاده و با تخریب کیوسک ها و عکس ها و دفاتر روزنامه ها به طرف منزل مصدق رفتند و وارد خونه اون شدند. اما مصدق از حیات پشتی به منزل دکتر معظمی رفته بود که نتونستند دستگیرش کنند. اما در این روز امیر مختار کریمپور شیرازی که یک مدیر روزنامه و از هواداران مصدق بود توسط شعبان بیمخ دستگیر و با کتف شکسته روانه زندان شد. به این ترتیب شعبان بیمخ در روز تاریخ ساز 28 مرداد به عنوان سردسته نیروهای خشن وفادار به حکومت پهلوی نقش کلیدی را در سقوط دولت مصدق ایفا کرد و بعد از این روز بین مردم با لقب شعبان تاج بخش هم معروف شد. شعبان بیمخ به پاس همین خدمات به پیشنهاد تیمسار زاهدی با شاه ملاقات کرد و زمینی برای تأسیس زورخانه از شاه هدیه گرفت. اون در همین ملاقات اجازه تأسیس جمعیتی به نام جمعیت جوانان جانباز رو از شاه گرفت. ساخت باشگاه شعبان جعفری 3 سال طول کشید و محمد رضا شاه پهلوی هم شخصاً اون رو افتتاح کرد. حتی مدتی هم تیمور بختیار ریاست افتخاری این باشگاه رو به عهده داشت. شعبان بیمخ در مراسم‌های 4 آبان هر سال به نمایش ورزش‌های باستانی در ورزشگاه امجدیه تهران در مقابل شاه می‌پرداخت. بسیاری از مهمانان خارجی شاه به باشگاه شعبان دعوت می‌شدند که در اونجا برای مهمانان ورزش باستانی اجرا می‌شد و از دیگر اقدامات شعبان بیمخ برگزاری مراسم مذهبی و روزه‌خوانی در تکیه‌های گذر دباغ‌خانه بود. در ماه‌های پایانی حکومت پهلوی، شعبان جعفری هم احساس خطر کرد و به اسرائیل رفت. اما مدتی بعد دوباره به ایران برگشت. اون همزمان با خروج شاه از ایران در تاریخ 26 دی ماه 1357 به ژاپن و از اونجا به آلمان، اسرائیل، فرانسه، انگلیس و ترکیه رفت. شعبان بعدها از ترکیه به آمریکا مهاجرت کرد و در شهر سنتا مونیکا در ایالت کالیفرنیای آمریکا زندگی کرد. بعد از انقلاب 57 هم نام اون در لیست افرادی که تحت تعقیب کمیته ضربت جمهوری اسلامی قرار داشتند بود. در سالهای گذشته کتابی از طرف هما سرشار نویسنده ایرانی مقیم آمریکا منتشر شد که در اون شعبان بیمخ در مصاحبه ای 70 ساعته به بیان زندگی خودش پرداخت. در نهایت شعبان جعفری در سن 85 سالگی و در روز 28 مرداد 1385 یعنی درست در 53 سالگرد کودتای 28 مرداد در شهر لس آنجلس درگذشت و پیکر اون در گورستان وست وود شهر سانتا مونیکای کالیفرنیا به خاک سپرده شد. تنها فرزند اون حمید جعفری به همراه مادرش افسر آزاد صرف زمان خروج شعبان جعفری در سال 57 اون رو همراهی نکردند و در ایران موندند. باید شخصیت شعبان جعفری رو جمع همه تضادها و دوگانگی ها دونست. اون که در دوران جوانی به عرق خوری و عربده کشی و دعوا مشغول بود، به یک بار وارد سیاست شد و با آشنایی با گروه فداییان ریش گذاشت و به فردی مذهبی تبدیل شد. شعبان که ابتدا برای حمایت از مصدق به توده‌ای‌ها حمله می کرد، در ادامه به یکی از بزرگترین دشمنان مصدق تبدیل شد. اما چیزی که در اون هیچ وقت تغییر نکرد، علاقه شدید شعبان به خاندان پهلوی بود و تا پایان عمر همیشه از این خاندان به خصوص رضا شاه و خدماتش به نیکی یاد می کرد. با سپاس از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.